بنام خدا، سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به آن سوی شب نبرد. آخرین برنامه آن سوی شب نبرد در سال 98 را تقدیم شما خواهیم کرد. انشاءالله تا پایان با ما باشید و از این برنامه لذت ببرید و انشاءالله داشته های مفیدی را تقدیم شما بکنیم. در رابطه با خود آن سوی شب نبرد بیشتر صحبت خواهیم کرد. پیام هایی از اهالی ورزش داریم در رابطه با آن سوی شب نبرد و مهمانان عزیز داریم که در ادامه خواهید دید. در قسمت نخست امان الله نورستانی مهمان ما است. خوش آمدید آقای نورستانی. تشکر بسیار زیاد. خیر ببینین قیصری صاحب، چی حال دارین؟ بسیار من خوب هستم، شما چی حال دارین؟ چه خبر از کرونا؟ خدا دور نگاه کنه از مردم افغانستان کرونا را، خدا کنه که دولت ما به جلوگیری از کرونا اقدامات خوبی بگیره. یک مشکل کمی مشکوک نیست، تمام دنیا کرونا رفته، اینجا هیچ نیامده. آمده یک چهار تا در خدا کنه، خدا کنه از این افغانستان دور باشه. ما نمیخوایم کرونا را، البته کرونا را ما در افغانستان گفته کسی اگر آمد، چون که میفهمیم که تدابیر صحی کرونا در افغانستان خیلی کم است، مردم خیلی زیاد مصرف میکنند. در چین هم، در امریکا هم باز هم جلوگیری کرونا را کده نمیتونه. اگر در افغانستان بیا، خدا نخواسته یک عذاب کلان است. بله، امیدوارستم که اتفاق رخ نده. به هر صورت این هم قسمتی از زندگی هست و این اپیدمی امیدوارستم که خیلی خیلی زود از بین بره و واکسینش باید پیدا کنن. به هر صورت میگذاریم. آن سوی شب نبرد سال 98، اتفاقاتی که رخ داد، موضوعاتی که ما داشتیم، بحثا و بررسی هایی که کردیم، مهمانانی که اینجا آمدند، خیلی از موضوعات چالش برانگیزه و ارزش افغانستان اینجا بحث شد. در رابطه با پرورش اندام بحث کردیم، در رابطه با بوکس بحث کردیم، در رابطه با تکواندو و خیلی ورزش های دیگر، حتی همین چند هفته پیش در رابطه با سنوکر هم بحث کردیم. دو تا نکته هست. یک نکته، اهالی MMA نقدی که به ما دارند این هست که این برنامه باید تخصصی برنامه MMA باشه و در رابطه با MMA و مشخصا شب نبرد صحبت کنیم. و بحث دیگر این هست که ما فراتر از MMA رفتیم و خیلی از موضوعات دیگر ورزش افغانستان را صحبت کردیم در رابطه با این موضوعات. نظر شما چه هست؟ چگونه بود آن سوی شب نبرد؟ از کجا شروع کرد و حالا کجا هست؟ و از این به بعد شما به عنوان یک کارشناس ورزش افغانستان چه نظری دارید و چه مشوره ای میدید برای ما؟ ببینین، بحث MMA یک طرف، چون که وقتی که آن سوی شب نبرد شروع شد، زیادتر مردم MMA یا MMA کارای داخل افغانستان نمیشناختن. حالا الحمدلله همراه با شب نبرد و آن سوی شب نبرد علاقمندی به طرف MMA خیلی زیاد شده. حتی که مسابقات خارجی را شما میبینین که از تلویزیونای داخلی، چی با جواز قانونیش چی غیر قانونی، نشر میشه داخل افغانستان و مردم یکان اخبار MMA جهان از طریق اینترنت و فیسبوک هم تعقیب میکنه و اخبار MMA داخل افغانستان هم همیشه آن سوی شب نبرد سرش پرداخته. مثلا شاید به اندازه که مسی و رونالدو طرفدار دارن در افغانستان، حالا حبیب هم طرفدار داره. شاید پس ما هیچ وقت از بحث‌های MMA و بحث‌های خود شب نبرد فکر نمی‌کنم که خدا کشیده باشیم یا وقت نداده باشیم یا این برنامه آن سوی شب نبرد. خب من فکر می‌کنم که یک خدمت به ورزش در عموم شد. اگر ما از موضوع MMA یک کمی بیرون برآمدیم در این برنامه، من فکر می‌کنم به خوبی ورزش بود، به خوبی ورزشکارا بود. اون مشکلایی که تا بال کسی جرات نمیکرد در تلویزیون بیاین و حتی پالیسی های اکان رسانه ها اجازه نمیدادن، زیادتر مجری های خود که مردم البته بکوبن، یک از طریق سوال های که دارن و حق طلبی مردم برشان برسانن. او یک فرهنگی بود که او فرهنگ کتیان سوی شب نبرد خیلی تغییر کرد. مردم هوشیار شدن. او مردمی که همیشه شما در رسانه ها می دیدین و در رسانه های دیگه می دیدین بار بار انکار می کردن که تا با آن سوی شب نبرد بیاید، چون که در آن سوی شب نبرد البته حقایق گفته می شه و سوال های تلخی هست که از پیششان ما پرسان می کنیم و شما پرسان می کنین. به این خاطر فکر می کنم که
زیاد سوالایی که مردم ورزشکارا و همه مردمی که در بین ازی همه مردمی که شریک هستن در ورزش افغانستان مشکلات ازوا که در روی صحنه آورده شد، مردم خوبی که بودن در بخش ورزش و پذیرفتن امی یک رونده، خوش شدن، اشتراک کردن، به سوالای خیلی سخت شما البته اگر کمبوتی و کاستی های بود وجود داشت گفتن، اعتراف کردن و وعده دادن که یا بهتر کار میکنن، پیش میرن. و مردمی که البته در او پهلوی از اینمی بحث بودن و میفهمیدن که فاسد هستن، میفهمیدن که تابال کار نشده و به همچو برنامه اگر بیاین بر خودشان مشکل برانگیز است، او مردم همیشه تابال هم از برنامه آن سوی شب نبرد در ترس هستن و در گریز هستن. یعنی شما موافق هستید که ما سایر رشته‌های ورزشی را هم تحت پوشش قرار بدیم؟ من دیگر رقم نمیدیدم که این برنامه به اوق مردمی که فعلا طرفدار از این برنامه است، بدون از این که ما این را فراتر از MMA ساختیم یا شما این را فراتر از MMA ساختیم، ما البته در بخش MMA درست اخبار رسانی میشد تا یک حد، خب مؤثریت خدایی برنامه از دست میداد اگر این کار نمی کردیم و یک خدمت خیلی بزرگ است به ورزش افغانستان. و این که هست ما از طریق کامنت هایی که میایه در هر برنامه که شما چی در مورد فوتبال باشه چی در مورد سنوکر باشه، از طریق یوتیوب و فیسبوک فیدبکی که ما میگیریم، کامنت هایی که میایه نشان میده که چقدر مردم متوجه از این برنامه هست. تا بسیار چیزهای باریکی که در سوال شما می باشه مردم سر از اون شده می کنن، تبصره می کنن، جوابهایی که داده میشه البته با کدام تون و جواب داده شده سر از اون تبصره می کنن. پس مردم خیلی جدی این برنامه را تعقیب می کنن، بالخصوص مردمی که ورزش دوست دارن. چند تا کامنت بخونم؟ بخون. کامنت اول: آشتی همراه باز محمد مبارز را با برنامه تان آرزو دارم. مشکل چی هست که آشتی کنیم؟ من نمی‌فهمم، هیچ مشکل نداریم. باز محمد مبارز تا لحظات دیگر همینجا ویدیویش و پیامش برای برنامه نشر خواهد شد، مشکلی وجود نداره. نه، مشکلی وجود نداره. زیادتر اگر باز محمد مبارز صحبت میکنه از البته گفتم میتونیم از دید فدراسیون خود صحبت میکنه، از دید یک چتر صحبت میکنه که زیر دولت میآیه و تربیت بدنی میآیه و همیشه یک اپا میخواهیم که به مردم بگویم همیشه این مشکلات در بین فدراسیونای آماتور و در فدراسیونای پروفشنال میباشه. تا بال این مشکل در بوکس حل نشده، در فدراسیونای آماتور و پروفشنال بوکس در جهان حل نشده، پس یک ذره وقت میخواه. کدام مشکل خاصی نیست، کدام مشکل شخصی که باز محمد کسی نداره. چیزایی هست که کشمکشا همیشه هست. شما فکر میکنم نمیفهم که اگر شنیده باشین یا یک بحث خیلی کلان بود که آیا مردم پروفشنال در المپیک آمده میتونن یا خیر در بوکس که اول اجازه داده شده بود، بعدا سرزی خیلی تفسیری کلان شد. آل نمیفهم که موضوعش چی است و این رؤسای فدراسیون بخشای آموتوری که زیر چتر دولت میای و بخشای پروفشنال که است همیشه یک کشوگیر داره، چون که در دو طرف یک خط داده هستند که یکی از تجارت گپ میزنه و دیگه از دولت گپ میزنه. و این مشکلات، این بحثایی که میشه در بین ما و باز محمد، البته زیادتر این بحث ها از دیدگاه های مختلف هست. همه جا هست. همه جا هست و نه کدام گپ شخصی. من نمیخوایم کسی را فکر کنه که کدام کار شخصی است. باز محمد در برنامه های شب نبرد آمده لایف، ما میشینیم کتشان همیشه در صحبت می باشیم، ما مسابقه می کنیم، ما سرشان تبصره می کنیم چی خوب و چی بد. اگر در مورد مسابقه باز محمد کسی اینجا چیزی گفته باشه او تحلیل خوشش نامده باشه او کار جدا است، خب باز هم کدام مشکل نیست، انشالله شما نگران نباشین. ما از شما سوال کرده بودیم که عملکرد اون سوی شمعورد در سال 98 را تحلیل کنید. دوستان دیگر گفته بودند: آقای یعقوبی سلام، بسیار یک برنامه مفید و سازنده در رشد ورزشکاران و رفع همه چالش های ورزشی در وجود نهادها و اشخاص بوده، موفق و کامیاب باشید، تشکر از شما. رفع خو نبوده قیصاری صاحب؟ نظرشان بوده. رفع خو نبوده، کوشش کردیم که صدای مردم را بلند کنیم و برسانیم به مردمی که بشنوند. خانم عثمان جان گفته خوب برنامه است، مگر در سال بعدی کوشش کنید که فقط بالای ام ام ای تمرکز کنید که صحبت کردیم.
بعد یک موضوع دیگر، آن سوی شب نبرد برنامه خیلی موثر برای معرفی ورزشکاران افغانستان و چیز بسیار مهم این است که این برنامه تاثیر بسیاری در قسمت اخلاق ورزشی و حرفه‌ای شدن ورزشکاران از ما دارد. آقای عارف گفتن من یک کامنت دارم در فیسبوک نشسته نکردم آقای قیصری، خب من میگم آقای رحیم دل دیدم اگر به اندازه آن سوی شب نبرد هر برنامه تلویزیونی حقیقی و جرأت می داشت، سطح دسترسی به اطلاعات از طریق شبکه‌های تلویزیونی خیلی بالا می بود. ادامه‌ش نمی خوام، از ما تعریف کردن بهترین برنامه در سطح افغانستان. تشکر آقای رحیم دل. یک کامنت مام دارم که ولی از خدا دیگه سطح باید تبدیل کنیم دیگه قیصری صاحب. نمی کنیم. سطح دو سال کنه شد. خسته کن شده سطح. و یک کامنت شما تیر تانه میارن گپ یک دقیقه سب نه 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 وقت نمیتون برتون قیصری صاحب. مهمانایی که اینجا میایه و میخواهه که از سوالایتان بگریزه یا جواب نته یا آشیگیری کنه، شما خیلی سخت سرشان فشار میارین. حالی که من میگم ست کنه شده، باید ست تبدیل شوه، شما اصلا گپ مرا در نظر نگرفته طرف کامنت رفتین. پیسه نداریم آقای نورستانی. پیدا کنید. اینه که مذاق میکنم اتا پلان هست که ست را خدا کنه که سال نو دیگه به ست نو شروع کنیم. پلان هستی که چی وقت تطبیق میکنیم تا هنوز مشخص نیست. اگر سال بعدی ست تغییر نکرد دیگه خوب نمیشه. باید تا آخر سال 98 گرداننده این برنامه توسط مشتای پرقدرت واحد نژند نوازش داده شود. نه کنم چی کردم؟ این کدام بدبخت بوده؟ نه میگذاریم از نامش. قیصری صاحب چی مشکل دارین بیادر عزیز؟ ای یک مجری برنامه است نه ام ام ای کار. به نظرت ما بیطرف نبودیم؟ چون آقای مرادی گفته یک برنامه خوب است، بیطرفانه گفته بیطرفانه عمل میکنه. ها تشکر از شما. خب ارتباط ما برقرار شده با آقای میرویس بهاوی، معاون اسبق ریاست تربیت بدنی افغانستان. آقای بهاوی سلام، وقت بخیر. سلام، وقت بخیر قیصری چه و همه دوستایی که در میز حاضر هستن. متاسفانه نفهمیدم که کدام دوستا رو با خود دارید. آقای امان الله نورستانی مهمان ما هست. بسیار خوب، نورستانی صاحب سلام، احترام، روز بخیر. و علیکم السلام بهاوی صاحب، چطور هستین؟ چی حال دارین؟ بسیار وقت شده ندیدیم اتانه. سلامت باشین، انشاءالله میبینیم. من پیشنهاد به قیصری صاحب دادم، امیدوار هستم پیشنهاد در نظر داشته باشم که روبرو ببینیم بخیر در برنامه زنده. من شنیدم مصاحبه اتانه و خیلی خوبم صحبت کردین دیگه، انشاءالله خدا کنه که اون مردم ها که شما میخواین که کتشان روبرو شوین حاضر شون که در برنامه ما بیایه. انشاءالله که با هم میشینیم برادر، میشینیم پیشنهاد دادیم ببینیم که برنامه خود در آن سای شب نورد و قیصری صاحب و همکارا چی برنامه دارن. انشاءالله کوشش میکنیم که تنظیم کنیم. سلامت باشید. نظرتون در رابطه با آن سوی شب نبرد در سال 98، شما هم جزء کسانی بودید که دخیل بودید در موضوعات و بحث‌های این برنامه و از اهالی اصلی ورزش افغانستان هستید، چگونه دیدید کار ما را؟ ببخشید یه هفته راجب آن سوی شب نبرد و خود ما گپ می‌زنیم. بفرمایید. از شما، از سازمان سلفتی و از همه دوستایی که دستن در کار هستن تشکری بکنیم. به نحو شما یک طرف دیگه سکه ورزش افغانستان رو به نمایش گذاشتیم. طبیعی که یک تعداد مخالفین خودم داشتیم که به نحو نمیخواستن ورزش بره به طرف بزنس و تجارت و حرفه‌ای شدن. اما ما دیده ما به مسابقه یک کسی که ورزش افغانستان و جهان از دیده ما قبل یک چند سال رژ زندگی کردیم، ما به افغانستان تنها نی به هر گوشه جهان نیاز داریم که ورزش بخش آماتور و پروفشنال و رشته‌های مختلفش مخصوصا بازی های رزمی و همگی در یک خط موازی با هم در حال پیشرفت باشند. باور کامل دارم که اسلفتی آن سوی شب نبرد تلو و شما همگی کسایی که دخیل بودیم در قضیه تانستیم یک تصویر خوبتر از ورزش افغانستان و از فرصتهایی که در ورزش افغانستان مساعد است به نمایش بگذاریم که جای قابل تقدیر و قابل تحسین. بسیار خوب. و آقای بهاوی تشکر از لطف شما و نظر شما. سال 98 تمام هست، ما دو هفته بعد یک برنامه داریم در رابطه با عملکرد تربیت بدنی افغانستان در سال 98، اینکه چگونه فعالیت کرد و چه دستاوردهایی داشت و چه نقاط ضعفی داشت. اگر به صورت خلاصه بخواین صحبت کنید چگونه بود عملکرد ورزش افغانستان در مجموع در سال 98؟ خیلی خوب، من فکر میکنم سال 98 ورزش افغانستان کاملا معادل سال 2001 الا 2014 حکومت فرصت‌ها بر حکومت افغانستان بکنید. از خانه ما فرصت‌های بیلیون دلاری را از دست دادیم، اعتماد جامعه جهانی را از دست دادیم،
و تمام فرصت هایی که مساعد شده بود و حکومت بنام افغانستان در خود ما بده خود به تهدید و چالش تبدیل کرده. متاسفانه که شبیه از اون ما سال 98 که میخواد پردستاورترین سال با ورزش در تاریخ ورزش افغانستان باشه که بعض بستر زمینه ها مساعد شده بود، بسترها به قدر کافی هموار بود، سکتور خصوصی به قدر کافی علاقمند شده بود، نهاد حکومتی که در رأس رئیس جمهور رئیس اجرایه در نهایت عشق علاقه به ورزش آماده بودن. ما متاسفانه تمام فرصت ها را تبدیل کردیم به بزرگترین چالش ها، نه تنها به چالش حتی به تهدید برای ورزش افغانستان. یعنی به دید من سال 98 یکی از سالهای سیاه ورزش افغانستان است. و آقای نورستانی نظر شما؟ من میگم سال 98 خیلی یک سال خوبه برای ورزش افغانستان است آقای میرویس، به خاطر از اینکه همه خالیگاه های ورزش افغانستان پیش مردم افغانستان از طریق رسانه ها آمدن و اگر ما یک ملت بیدار هستیم باید حق خود طلب کنیم و مردمی که در رس ورزش افغانستان است باید از پیششان یک وعده جدی بگیرین تا که کار کنن. ما چند بود میشه به بررسی بگیریم. من که کارمند حکومت دارم ورزش، من دید من این است که تمام فرصت هایی که مساعد شده بود از دست رفت. شمایی که سرمایه گذار و سکتور خصوصی در ورزش بودین، به سهم خودتان در سهم خودتان کارهای بزرگی کرده، کارهای شما قابل تقدیر است. من برتان میگم دوم، رسانه به نام طلوع خوشبختانه که در 98 بیشترین کنکاش و کنکاش پرداخت و کنکاش کردن مسائل ورزش پرداخت، زیاد جستجو کرد، عمیق رفت، ژرف نگری کرد که قابل ستایش بود، پر از آورده. اما یک چیز را ما فراموش نکنیم آقای نورستانی، که فرصت های بدست آمده از قبل مهیا شده دوباره نمی آیم. متاسفانه اگر از دید آگاهی و به اصطلاح باز شدن چشم و گوش مردم در قبال مسائل ورزش بگوییم، چرا نه، دستاور داشتیم. اما من مطمئن هستم به اعتمادی که نسبت به اداره ورزش افغانستان، مخصوصا اداره حکومتی ورزش افغانستان ایجاد شده، بر راحتی و به زودی قابل جبران نه. درست فرمودین باوی صاحب. من فقط میخواستم بگویم که چون کتابال فرصت های خیلی زیاد ما در ورزش از دست دادیم و سالهای قبل از دست میدادیم، مردم خبر نمی شدن و امو یک روند بود که آل ده ای سال البته شکست. حالا اگر ما مردم بیدار هستیم، یک ملت بیدار هستیم، اگر قشر جوان ورزشکار ما خود افغان میگن و بیدار هستن، باید حق خود طلب کنن، باید اون مردمی که فرصت ها را از دست دادن پیشان برن پرسان کنن و جواب ده باشن به می کارهای خود. ورزش افغانستان از دست از این که از طریق تربیت بدنی یا رویدادهای جهانی ما چی دستاوردار را به دست آوردیم، او گپی هست که پیش همگی حال افشا شده. فکر نمی کنم جای باشه که ما شما سر خود شور داده بتانیم بگوییم که یک چیزی هست که سر شما افتخار میکنه. خیلی هم خوب، تشکر آقای باوی. دو هفته بعد انشاءالله با حضور شما آقای نورستانی و دیگر دوستان یک بحث خیلی جدی خواهیم داشت در رابطه با عملکرد ورزش افغانستان در سال 98 از ابعاد مختلف انشاءالله بررسی میکنیم. یک میز گرد خواهیم داشت. قیصری صاحب، اگر ما برتون مشوره بتم، اودینس هم اینوالو کننده ای، اگر بتونیم برنامه را کلانتر بسازیم که از مردمی که ورزش میکنن بیاین پرسان کنن، دعوت کنین مردمی که جوابده هستن و مردمی که البته یک کمتون تخصص در بخشای خود دارن، یک بحثی داشته باشیم که مردم هم دهی شامل کنن. نظر میتونه چونکه اگر من صحبت میکنم یا بهاوی صاحب صحبت میکنه، باز هم مردم خواهد گفتن که این نظرشان است، یک جای نه یک جای تچ داره. اگر مردم دعوت کنیم و سوالای خود از مردمی که ششتاد پنل بکنه، این خیلی جالب تر میشه. شما هم صحبت کردم، با آقای بهاوی هم صحبت کردم، برای ما پس وقت بیشتری بدین ان شاء الله. تا یک ماه دیگر این پنل برگزار خواهد شد و این گفتگو را خواهیم داشت. تشکر آقای بابی، وقت شما بخیر. فقط آخرین گفتم 30 ثانیه با بخواه آخر نورستانی که موافق هستم و پیشنهاد می از قیصری سر الان من که کارمند بودم حاضر به جواب گوش دادن نیستم، پاسخ دهی نمیتونم، یا به خاطر ضعف ناتوانی در وقت ماموریت میام، به خاطر کدام مشکلی که داشتیم. من پیشنهاد میتونم شما به مسابقه گردنندهی برنامه رو برگزار بکنیم
مهمانای کلید مهمانای برنامه را تعیین بکنیم، بذاریم کسایی که نیومد حداقل مردم و رسانه‌ها در میانشون قضاوت بکنن. عالی، سپاس میرویس باوی عزیز، معاون اسبق ریاست تربیت بدنی افغانستان. پیام های شما را آدم میخونه کیف میکنه. تقریبا بیشتر از 90% پیام ها پیام های خوب هست که حمایت کردین از برنامه. من پیام هایی که از ما تعریف کردین و از ما حمایت کردین کمتر میخونم. کوشش میکنم پیام های دیگر رو بخونم. دو تا کامنت بخونم. بفرمایید. برنامه‌تون عالی است. این مسئله غیرقانونی روبینا جلالی رو دنبال کنید. ما دنبال میکنیم. خانم جلالی نیستند. کجاست خانم جلالی؟ نمیفهم، شاید در پارلمان باشن، شاید دو وظیفه دیگه که دارن اونجا باشن. المپیک سمیم دیشب بود برنامه بزکشی، اونجا هم نبودن. سخت است برشون، سه تا وظیفه همزمان پیش بردن و وقت دادن. بله، میگذاریم. محمود حیدری گفته یکی از برنامه‌های وسیع است که وضعیت افغانستان را به چالش و پاسخگویی کشیده است و در عین زمان به طور عمیق موشکافی می‌کند عملکردهای اداره ورزش به المپیک و همچنین فدراسیون‌های ورزشی را. من شخصا به عنوان یک ورزشکار کوچک سرزمینم سپاسگزاری می‌کنم از شما. سپاس آقای حیدری. بریم پیام بازمحمد مبارز را با هم ببینیم در رابطه با آن سه شب نبرد چه گفته. بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول سلام احترام در خدمت تمام بیندهای برنامه آن سوی شب نبرد از شهر پوکت تایلند تقدیم میکنم و تشکر از قیصاری صاحب در رابطه با برنامه آن سوی شب نبرد نظر مرا خواستند. ما میخواییم بسیار کوتاه در رابطه با برنامه آن سوی شب نبرد نظر خدا بگویم. یکی که برنامه آن سوی شب نبرد ایجادش یا موجودیتش به خاطر رشد استعدادهای ورشکارای افغانستان، به خصوص میمیکارای افغانستان و انعکاس دادن دستاوردهایشان و نبتایشان، انتقاداتشان خیلی مؤثر تمام شده در جامعه ورشی افغانستان و ما یک موجودیتی برنامه را خیلی مثبت عنوان میکنم و یک انتقاد بسیار کوچک دارم به مسئولین برنامه که امیدوار هستم خفه نشن. اونی هسته که بعض وقتا دیده میشه که بعض از دوستای ما را چانس خوبتر و بهتر در برنامه میتن، نوازش میتن و بعضی از دوستای ما را چانسایشان در این برنامه کم هسته. ما امیدوار هستم تمام قهرمانای ما به یک دیدی ملی دیده شوند و در برنامه چانس داده شوند، نظریاتشان، انتقاداتشان، نقدایشان تا هم ورشکارای ما در آینه در این برنامه خود ببینند و من خودم یکی از علاقمندای خاصی برنامه هستم. نظر آقای مبارز بود. حالا شما بگوین که مشکل کجا وجود داره. آقای مبارز در مورد برنامه گفتنی های خود داره، حتی که آقای مبارز خیلی بار اینجا آمدن هم گپشان در جنجال کشیده شده، خیلی بحث‌های جدی داشتیم که آقای مبارز هم در مورد برنامه همچون یک گفتنی خوبی داشتن. افضل ابراهیم خیل گفته چرا بازیکنان کریکت را دعوت نمی‌کنه. برای من به شخصه جای افتخار هست که حالا جدا از موضوع MMA خیلی از دوستان در رابطه با سایر رشته‌های ورزشی از ما پرسان میکنن، همین حالا مثلا گفتن چرا بازیکنان کریکت را دعوت نمی‌کنه. یعنی برنامه شکر خدا جایگاه خود پیدا کرده. الحمدلله. او این گپ تکراری است اگر ما بگویم، چون که یک سال میشه که میگیم که برنامه جایگاه خود پیدا کرده. خب واقعا نه صرف جایگاه خود پیدا کرده، البته برنامه ما برنامه تاثیرگذار است در رشته ورزش. ما خیلی وقتا انتقاد کردیم، خیلی وقتا صحبت کردیم، خیلی وقتا دعوت کردیم و حتی راه حل پیشنهاد کردیم. یک تعداد از دوستان ما گفتند ولی مشکلات حل نشده. به نظرتان این که مشکلات حل نشده دلیلی میشه که ما از این به بعد ادامه ندیم؟ نه، ما کدام نهاد حقوقی نیستیم، ما کدام نهاد تصمیم گیر نیستیم. البته از طریق رسانه امو بیشترین خدمت خدا که کدام میتونه اینمی است که صدای مردم را برسانه، انتقادات بجاره البته از مردم مسئولین پرسان کنه و بعدن اگر این مشکلات به گوشای مردم میرسه یا این برنامه ما را کسی میبینه، کسی که تصمیم گرفته میتونه، تصمیم گیر است، رئیس جمهور باشه یا معاونینش باشه یا مشاورینش باشه در بخش ورزش، که از طریق برنامه ما مشکلات بشنون، با بازپرسان کنن، تصمیم بگیرن و کار مربوط از وام میشه. ما فقط صدای خدا بلند کرده میتونیم که این برنامه یک پلتفرم برای صدا بلند کردن است. عبدالرشید احمدزی گفته بله، اما چرا از فدراسیون شمشیربازی پرسان نمیکنید؟ به حال
نظرشان هست و همون موضوع قبلی. من نمیفهمیدم که ما فدراسیون شمشیربازی هم داریم. خیرالله لالزاد گفته نوشداروی ورزش افغانستان است. آن سوی شب نبرد مفسدین ورزش مانند اسرائیل از این برنامه ترس دارند. خب هر صورت از این بعد چه باید بکنیم آقای نورستانی؟ من فکر میکنم که روندی که شروع کردین قیصاری صاحب ایره باید ادامه بدیم. ما دیدیم که یکان دوستای ما بعد از اینکه در این برنامه آمدن یکان مشکلاتشان حل شد. در میتول از این مثال ما دیدیم که یکی از مثالای کوچک گفتم ایتان نمیفهم که مستقیم مربوط از این برنامه میشه، یعنی یاسین صاحب قادری را که بسیار وقتی یا پاسپورت خدمت شانه گرفته بودن نمیدادن و بعد از اینکه بعد برنامه ما آمدن، البته شاید رسیده باشه همین گپ ما یا صدای ما به مردمی که زکریا زمانی هم دو سه هفته پیش آمد بعد تایلند میرفت موضوع خود اینجا بیان کرد، فکر میکنم بی تاثیر نبود حضورش در برنامه. بله. مشکلش حل شد. پس من فکر میکنم که باید این روند ادامه بدیم. بیادر کلان ما البته رئیس سازمان SLFC کاکایل نورستانی نظر خود داره، من من حیث یک آدم نظر خود دارم، نظر خودم ای است و میگم که این برنامه به این شکلی که هست باید نه صرف ادامه داده شود، البته ما میخواهیم که این برنامه کلانتر شود و سهتر شود و بریم مایک و کامره را گرفته مردم که در فدراسیون نمیای قیصاری صاحب باید ما بریم، باید بخش گزارش برنامه را هم ما باید بریم باید داشته باشیم در سال جدید جدا از موضوع دکور. امیدوارم که دکور هم مشکلش حل شود. فکر می کنم این سگمنت خیلی خوب است، ما زیاد زنگ زدیم مردم نیومدن، حال وقتش است که اگر پاسخ نمیتن چون که فدراسیون ها فدراسیون ها خانه ملت می باشه، هیچ کس رای ما را گرفته نمیتونه که ما اونجا بریم. پس یک کامره یک مایک گرفته می سوالایی که مردم از پیش ما میکنن باید بریم از رئیس های فدراسیون اونجا پرسان کنیم، اگر باز هم حاضر نمیشه خب بسیار یک گپ واضح میشه، مردم میتونه قضاوت خدا کنه و حق خدا به طلب از این مردم. دو تا پیام دیگر هم میخوانم، پیام ها خیلی خیلی زیاد بود، تشکر از پیام های شما، واقعا عالی بود، چشم مردم را باز کرد که کیها قهرمان های واقعی و به رشد ورزش کشور کار میکنن و کیها به چشم مردم خاک میزنن. این هم انگلیسی گفته best of best bro this presenter on this screen is بگذاریم. best of best یعنی بهترین بهترین استی برادر من، this presenter on screen is amazing person respect and love، یعنی مجری از این برنامه یک آدم خیلی خوبی است و خیلی زیاد برشان هم احترام دارم و هم محبت. واقعیت گفتین آقای قیصاری هم شو یک آدم هست. من باید دو دسته در مقابل شما تعظیم کنم و در صورت انشاءالله راضی بوده باشید. امروز پرگویی را کردیم در خیلی صحبت کردیم در رابطه با برنامه، ببخشید اما فکر میکنم وقتش بود. بله. باید صحبت میکنم. بله. در رابطه با برنامه که برنامه کجا رسیده. من خیلی علاقمند بودم، آقای نورستانی هم خیلی علاقمند بود که در سال 98 در این سال که گذشت ما مسئولین ورزش افغانستان را هم می‌داشتیم، ما می‌خواهیم که چالش‌ها و مشکلات ورزش افغانستان را پیدا کنیم و کمک کنیم به ورزش افغانستان و راه حل هم ارائه بدیم، اما تا وقتی که مسئولین ورزش افغانستان اینجا حضور پیدا نکنند خیلی سخت هست که بتانیم که رو به جلو حرکت کنیم. و دوستان خدا می‌خوام یک گپ بگویم که سال بعدی ان شاءالله این روند یک قدم پس نمیگیره، ما جدی‌تر و سریع‌تر و بیرون از این استودیو شاید دنبال موضوعاتی که در ورزش افغانستان است بگردیم. کسی که اینجا نمیایه ما میریم پشتش. با ورزش افغانستان نیاز داره که این اتفاق رخ بده. سپاس از امان الله نورستانی عزیز، دوست و همکار خوبم، و با صحبت‌های آقای وحید رئیندل که در رابطه با آن سوی شب نبرد برای ما پیام روان کردند این بخش را به پایان می‌رسونیم. در قسمت‌های بعدی با شما هستیم. بخفه. خوش آمدید به بخش دوم برنامه آن سوی شب نبرد را می‌بینید. این آخرین برنامه آن سوی شب نبرد در سال 98 هست. انشاءالله تا اینجای برنامه لذت برده باشید. در بخش نخست آقای نورستانی مهمان ما بودند. در این قسمت فواد آریایی که از ورزشکاران رشته MMA افغانستان با ما هستند، چندی قبل مسابقه را برگزار کردند در کشور روسیه که بیشتر امروزشان صحبت خواهیم کرد در این رابطه. خوش آمدید آقای آریا به آن سوی شب نبرد. سلام بر شما، سلام خدمت همکاران عزیزتان و بیننده های عزیز تلویزیون
جهانی طلوع بخصوص برنامه خوب آنسوی شب نبرد. شما سلامت باشید. اگر در رابطه با مسابقه که برگزار کردید جزئیات ارائه کنید. خب قسمی که هموطنان عزیز ما شاهد بودن، مسابقات ما 22 فوریه در کشور روسیه شهر ورینوژ برگزار شده بود که خوشبختانه در این رویداد مسابقات بین المللی دو ورزشکار از افغانستان حضور پیدا کردیم که یکی سمیجان فراجی بود در وزن 70 کیلوگرم و خودم در وزن قرار بود که وزن 72 بر ما گفته شده بود از طرف هماهنگ کننده مسابقات. یک سوی توهماتی که پیش آمده بود در خود مسابقات که حضور پیدا کردیم، خوشبختانه ما هم به وزن 70 کیلوگرم بنابر مشکلات تفاهمی که 2 کیلو فرق داشت باید به 72 مسابقه میکردیم و در 70 وجه 2 کیلو دیگه هم وزن کم کردن سر ما. خوشبختانه البته خوب دیگه بدبختانه، چون به خاطر از اینکه ما باید 70 مسابقه میکردم 72 مسابقه میکردم چون از طرف 72 و دوجا بعد بختانه که همین تفاهم شده بود بین از سوی تفاهم که باید مرا 70 میگفت و 72 برای ما از طرف ویدلای امیری گفته شده بود و دوجا که رفتیم در سر ترازو 72 کیلوگرم استاد شدم و رئیس سازمان فایتریوت مرا گفت که نخیر تو باید 70 کیلو مسابقه بکنی چون عریفت 70 کیلو است. باز 2 کیلو آن باید در وقت نیم ساعت در بسیار وقت کم 2 کیلو وزن خود کم کردم و 2 کیلو را در نیم ساعت کم بله کردم. چی میکنین که در نیم ساعت 2 کیلو را کم میکنین؟ خب امو لحظه استاد نجیب الله رحمانی و پالوان سرجنگ که مقیم در کشور روسیه هستند و نصرت الله آخونزاده قهرمان خوب ما که با ما به حیث کوچ ما و سمیجان فراجی رفتن و توسط چندین لباس هایی که عرق ریزی و تمرینات مسلکی و فنی که ما در ساید افکت نداره؟ عوارض جانبی؟ نه خب داره، طبعا تاثیرات خود داره. ما چیزی را در 3 هفته 8 کیلو وزن خود کم کردم. این حال که اگر بسنجیم به خاطری که ما در 3 هفته وزن کم کردن و واقعیت که مشکل است مشکل است، اما به شکلی ما 3 هفته وزن خود 3 کیلو کم کردم که هم در جریانات تمرینات وزن کم کردن به شکل فنی هم تمرینات خود پیش بردم، هم فیزیک خود ضعیف نساختم و هم سر سرعتی و فایت خود کار کردم و هم در 3 هفته از 80 کیلو ما 72 کیلو خود رساندم. 72 کیلو بسیار سرپای به شکل فنیش البته، چون سر ما در جریان تمرینات از لحاظ تمریناتی سر خود فشار آوردم و از رژیم خود گرفتم، از غذایی که باید ما استفاده میکردم انرژی میگرفتم و وزن برای من نمیداد و وزن کم میکردم از او استفاده کردم. در طول 3 هفته هم آمادگی خوب گرفتم و هم 8 کیلو وزن خود کم کردم، چون ما وقتی که برای من گفته شد در وزن 72 کیلوگرم در مسابقات از طرف هماهنگ کننده ما و ایدلای امیری ما 8 کیلو وزن خود در 3 هفته کم ساختم. بعد بختانه که خب ارشد شما در وزن 70 کیلوگرم مسابقه دادید. بله در وزن 70 کیلوگرم. در وزن 70 کیلوگرم. راجب حریفتان اگر صحبت کنید. خب حریفم الکسیوف الکساندر نامش است که تقریبا بیش از 9 مسابقات آماتور در ام ام ای مسابقه کرده بود، فیدی رشته آزاد و دو ریکارد حرفه‌ای در شیرداک ثبت شیرداک داشت و این شکلی بود این مسابقات که قسمی که در شب نبرد سرد میشه برنامه وزنی که یک قهرمان میبرد پشت صحنه، اما یک شکل روان داشت مسابقات به شکل هماهنگی شده با ریاست تربیت بدنی کشور روسیه برگزار شده مسابقات حرفه‌ای و بله حرفه‌ای بود. چگونه در مسابقات حرفه‌ای تربیت بدنی میتونه دخالت کنه؟ خب هماهنگی داشتن، چون امی سازمانی که مسابقه را برگزار کرده بود اینا کسایی بودند که در ریاست تربیت بدنی خودشان وظیفه رسمی داشتن و دعوتنامه ما هم از طرف خود ریاست تربیت بدنی آمد که در ظرف 3 روز ما دعوت ویزی خود گرفتیم از طرف امو وزارتش به حساب از وزارت ورزش روسیه برای ریاست تربیت بدنی ما نه خیر در مستقیم در سفارت روسیه آمده بود سفارت روسیه و برای ما توسط امو دعوتنامه خود وقتی زمانی که در ریاست سفارت کنسولگری روسیه رفتیم و بدون کدام مشکل و آن وایت از یک رسمی و
معتبر بود برای ما رد نشد و ویزه ما را آن واحد اقدام کردن ویزه برای ما دادن که ما به مسابقات حضور پیدا کنیم. ریکارد شما چگونه است؟ ما 5 مسابقه حرفه‌ای کردیم و هر 5ش مسابقه بین المللی بوده. پیش از مسابقات MMA ما 5 سال قهرمان تیم ملی آشیارا کاراته افغانستان هستم که فعلا هم عضویت تیم ملی را دارم که بنیادگذار کاراته استاد غلام جیلانی غروب است و استاد وحید احمد جویا و رئیس فدراسیونش غلام جیلانی غروب است. ما مدت 5 سال میشه که رو به ورزش MMA آوردم. از ورزش آشیارا کاراته بنابر علاقمندی علاقمندای خود و بنابر علاقمندی هموطنهای عزیز خود در ورزش MMA رو آوردم و اولین سفر مسابقات ما سال 2015 بود که خوشبختانه تا هنوز 5 مسابقه حرفه‌ای کردیم. یعنی همزمان هم کاراته هم MMA؟ نه خیر، از زمانی که ما تیم ملی کاراته هستم. بله هستم تا هنوزم، اما از زمانی که ما در MMA رو آوردم در سفرها و مسابقات اشتراک نکردیم. خب تیم ملی هستی؟ خب ما قهرمان تیم ملی هستم تا هنوزم. تیم ملی بودین 5 سال پیش؟ بودیم بله دقیقاً. و آلیام اگر ما بخوایم مسابقه بکنم به مو از طرف خود ریاست فدراسیون برام پیشنهاد است که میخواهند ما در مسابقات برم، چون امو اعتماد ما 5 سال قهرمان تیم ملی بودیم، در سیکوی قهرمانی بودیم، یعنی در سیکوی اولی بودیم، در 2-3 هم ما تا هنوز نشدیم. از زمانی که ما 5 سال پیش بوده شاید الله خب قهرمان دیگری آمده باشه. دقیقاً، اما انشاءالله چون امو اعتماد به نفسی که ما دارم زحمتی که من میکشم. همکاران ما در فدراسیون کاراته صدای ما رو میشنوند، لطفاً به این صورت دیگه کسی رو دعوت نکنین. شما 5 سال پیش قهرمان تیم ملی قهرمان وزنتان بودین در تیم ملی کاراته و به هر صورت 5 سال گذشته، اگر قرار است که مسابقاتی هم برگزار شود و ورزشکاری هم اشتراک کنه حتما باید مسابقات انتخابی رو برگزار کنین، نه اینکه مستقیما برای یک کس شما پیشنهاد بدین. قبول دارین؟ خوب است. خب می ای بزرگی خود ریاست فدراسیون است و اشتباه است آقای. خب اشتباه است، اما قبول دارین اشتباه است؟ بله بله. نه خیر، قبول دارین اشتباهم اشتباهم نمیگم چون از بزرگی خودشان است. اما سالا مسابقات یعنی چی از بزرگی خودشان است؟ برای جناب آقای سالا است، نمیخوام خیلی چیزی شوم. شما 5 سال از عضو تیم ملی کاراته نیستین، چگونه میشه مستقیما در مسابقاتی که شما اشتراک نکردین، حضور نداشتین، مستقیما برین در مسابقات بین المللی؟ خب نه خیر، باید یک مسابقه ای که در تیم ملی مصر شما قبول دارید که بعد در مسابقات انتخابی شرکت کنیم؟ دقیقا قبول دارید یا ندارید؟ قسم امتحانی بله یا نه خیر؟ خب بله، لحاظ قانونی بله. پس شما تیم ملی نیستی؟ از لحاظ قانونی بله. ما 5 سال قبل صحبت کردیم. اگه جای رفتین نگین عضو تیم ملی کاراته هستم. 5 سال قبل ما براتون صحبت کردیم. بگید 5 سال قبل ما عضو تیم ملی کاراته بودم. خب در حال حاضر نیستم، بخاطر اینکه شما گفتین همزمان ما. خب بگذاریم از این موضوعات، میگذاریم بریم با هم پیامی که عبدالعظیم بدخشی در رابطه با برنامه آن سوی شب نبرد داده را ببینیم، برمیگردیم همچنان با فواداری های عزیز هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا، سلام خدا عرض میکنم به تمام هموطنان عزیز و قیصری عزیز و کسایی که همین اکتون ما را از آن سوی شب نبرد بیننده هستند. ما یک تشکر خاص میکنم از تلویزیون تورو و آن سوی شب نبرد و همچنان از قیصری عزیز که در مدت یک سال خدمت بسیار بزرگ کرده و خصوصا برای جوانان عزیز و کسایی که با ورزشکاران عزیز که جوانانی بودن که ورزشکاران بودن که اصلا در افغانستان کسی رو نمیشناختن و همه آن سوی شب نبرد بودن و هم تلویزیون طلوع بودن که اینها رو به جامعه تقدیم کردن و میبینیم که همیار ورزشکاران بودن که عموم هم افغانستان رو میشناسن. واقعا یک خدمت بسیار بزرگ است. سپاس از همراهی شما عزیزان، تشکر از عبدالعظیم بدخشی، یکی از قهرمانان MMA کشور، همچنان با فواداریا هستیم و با او گفتگو میکنیم. پلان و برنامه های بعدی تان چی است؟ پلان برنامه های بعدی بخیر، چندین مسابقات، چندین پیشنهادات بعد از مسابقاتی که در کشور روسیه داشتم که خوشبختانه مورد پسند سازمان های مختلف قرار گرفت، چون در راوند اول دقایق آخر من نکاوت کردم حریف خود، بسیار به شکل خوب فایت خوش کردن. از طرف سازمان های روسیه هم چندین سازمان ها هست، من نامگیر نمی کنم چون هر زمانی که مشخص 100% شد ما شما را در جریان و طریق رسانه می سازم. و کشورهای کشور قزاقستان مسابقات شما را هماهنگ میکنه، هم آقای امیری در بلاروس، هم مسکو،
یک مسابقات در قزاقستان است پیشنهاد شده، تا هنوز ما تصمیم نگرفتیم و مسابقات با عریف نایجیریایی در کشور هندوستان برام پیشنهاد شده. چندین سفرها است، انشالله آمادگی خوب کامل دارم و انشالله به زودترین فرصت تاریخ مسابقات تازه خود مشخص میسازم و شما را از طریق رسانه محترمتان به هموطنان عزیز ما شریک میسازم برنامه خود. تشکر، برای شما روز موفقیت میکنیم آقای فواداریا. بینندگان عزیز، بعد از وقفه با ما باشید، همچنان یکی از ورزشکاران خوب MMA کشور با ما هستن، همراهشان صحبت خواهیم کرد. سهیل حسن‌زاده در بخش بعدی مهمان ما خواهد بود. وقفه. به بخش پایانی برنامه خوش آمدید. آن سوی شب نبرد را از طریق شبکه جهانی طلوع شما تماشا میکنید. بدون هیچ حرفی سهیل حسن‌زاده مهمان ما هست. خوش آمدید آقای حسن‌زاده. سلام به شما، سلام به بیننده های شما. خوشحال هستیم که باز هم در کنار شما قیصری صاحب هم قرار دارم. همچنین ما هم خوشحال هستیم. در رابطه با مسابقاتی که برگزار کردید تبریک هم باشه اگر صحبت کنید و نتایجی که کسب کردید. زنده باشین قیصری صاحب قندگه. تاریخ 6 مارچ شب جمعه مسابقه ما در کابل افغانستان بود. نظر به دوستا و علاقمندا که زیاد مسیج ترا میکردن که در افغانستان باز هم بیا با ما یک فایت کو دیگه. ما در سازمان شب قهرمان سازمان TGFC فایت مرکزی داشتم با عریف از کشور ازبکستان به اسم تیمور خوجامینوف که ریکاردش 4 برد 1 باخت بود، که یکی از قهرمانان بوکس پروفشنال ازبکستان هم بود که در بوکس با مردم افغانستان دنیا ازبکستان معلوم است که چی رقم مجزنا داره و زیاد سر مشت خود تاکید میکرد و ریفای خودم در مهم نکات کرده بود و خوشبختانه که در افغانستان ما تا شکستش دادم که در تاریخ MMA افغانستان شاید که زودترین مسابقه از ما باشه که در 15 ثانیه تسلیمش کردم. در 15 ثانیه؟ بله. یک نفر دیگه هم بود زودتر از 15 ثانیه تسلیم کرد. نیو خریفش به نظر ما که فایتر نبود، در روسیه به فکر مک فایت بود، 6 ثانیه بود. تا این فهمم یکان چیزا دادم بیا زیاد تاکید. بله، من اون فایتر به خاطر من گفتم، خودم هم گفتم شاید خودت بگی اون فایتر او که فایتر نبود، خود از ما میفهمه که فایتر نبود. مطمئن باش من میگم. بله. و شما با سلفسی قرارداد نداشتین؟ نه خیر، با سلفسی قرارداد نداشتم به خاطر از اینکه ما 6 ماه بود. برای قرار بود که شما با فرامرز محمد مسابقه داشته باشید. بله، آن مسابقه کمربند بود و ما مدعی بودم. دیگه شب نبرد به ما 2 بار ما مدعی گرفتم فایت نداد. دیگه ما مجبور شده که برم به سازمان های دیگه به خاطر که نمیشه مک فایتر رو فایستم باید از فایت کنم. دیگه دوره که ما در بلاروس با عریف جوره شده. سمجان میتونیم آقای کاکایل نیستانی همین لحظه بگیریم. عریفه که ما با در بلاروس داشتم فایت کارت ما برامد و شب نبرد مرا خواست که بیاد تو فایت داری. در اون صورت که نمیشد به خاطر که باز اعتبار آدم پیش سازمان های خارجی یا پیش هوادارات خراب میشه، میگه سعی که یا ترسید یا سازمان های خارجی میگه کدام گپ بود. پس شما روی کاغذ قرارداد امضا نکرده بودین؟ با کی؟ بله، با سازمان SLFC قرارداد نداشتم. نه قرارداد نداشتم. سازمان SLFC مرا خواست که اگر فایت میکنی بیا قرارداد کو. 3 فایت ما پورا شده بود. بله. و ما گفتم که وقت ما از شما اجازه ام گرفتن که ما میرم فایت میکنم و اجازه ام به ما دادن و وعده که فایت کارت ما برام از کشور بلاروس به ما پیشنهاد کردن تو باید 100% فایت کنی. گفتم در این صورت که نمیشه. پیشنهادشان با کی بود؟ با کی بود فایت؟ با فرامرز محمد بالای کمربند. و ما هر وقتی که به شب نبرد ما آماده هستیم یک فایتره سم که میشه و خواهد است ما فایت میکنم. بسیار خوب. نظر در رابطه با آن سوی شب نبرد چی است؟ واقعیت یک چیزی که ما خودم شخصا تغییر داده سازمان SLFC شب نبرد طلوع و میاییم به درباره آن سوی شب نبرد که آن سوی شب نبرد یک برنامه است که واقعا قهرمان ها و ورزشکارهایی که واقعا ورزشکار است رشد میدیشه، نه کسایی که در افغانستان یک وقت بودن میفتن ما قهرمان است. امام و دهی برنامه که آمدن به مردم روشن شد که واقعا قهرمان کیست. مردم هم اگه فهمید که واقعا قهرمان های افغانستان کی است و کی واقعا به لیاقت خود پیش رفته. دیگه اونو قهرمان ها را خوشبختانه کمی برنامه به مردم نشان داد که قهرمان هستند که همیشه وقت کوشش میکنن در فیسبوک رسانه ها زیاد در رسانه‌هایی که اکثرا نمیفهمن نام کشی کنن به اصطلاح یا میانه یا به مردم بگن ما قهرمان هستیم که اصلا او شایسته یک ورزشکار نیست که خودش خود قهرمان ثابت کنه بگویم از قهرمان هستم. دقیقاً از این برنامه خیلی ما راضی هستم. دقیقاً شما سلامت باشید. با هم صحبت‌ها، نظریات و پیشنهادات غلام ربانی ربانی و عرفان ابراهیمیان را ببینیم. در رابطه با آن سوی شب نبرد برمیگردیم، همچنان با شما هستیم.
سلام، عرفان ابراهیمیان هستم. ابتدا میخوام سلام عرض کنم خدمت بیننده های عزیز شبکه طلوع و مردم شریف و عزیز کشور افغانستان و برنامه زیبای آن سوی شب نبرد. از من سوال شده بود در مورد عملکرد برنامه آن سوی شب نبرد. میخوام بگم که برنامه آن سوی شب نبرد برنامه فوق العاده مفید و کارسازی بود برای MMA افغانستان و فکر میکنم رشد MMA افغانستان بخشیش رو مدیون برنامه آن سوی شب نبرد هستش. و میخوام یه انتقاد کوچیک هم در کل از این برنامه بکنم که این برنامه میتونه خیلی دقیق تر و خیلی ریزبینانه تر در مورد فایت ها بررسی بکنه و یه مقداری از مسائل حاشیه‌ای خارج بشه. و نکته دیگه این که در این برنامه به نظر من بهتره که فقط در مورد ورزش MMA داخلش بحث بشه و مباحث دیگه‌ای که مرتبط با ورزش MMA نیست داخلش نباشه. در کل تشکر میکنم از شما جناب قیصری عزیز که خیلی زحمت کشیدید. با حضور شما این برنامه خیلی زیباتر، پربارتر و چطور بگیم خیلی قشنگتر شده و بیننده رو بیشتر جذب میکنه. ممنونم ازتون. امیدوارم که این برنامه به سویی بره که ما پیشرفت هر آنچه بیشتر ورزش MMA افغانستان رو به وسیله این برنامه ببینیم. آن سوی شب نبرد به عنوان بهترین برنامه ورزشی که در طول سال گذشته تانست موفق شده چهره اصلی ورزش‌های رزمی به خصوص MMA کشور را به نمایش بگذارد و همچنان پلیگون بسیار قدرتمند برای انعکاس حقایق ورزش کشور بوده که چهره‌های تقلبی و غیر تخصصی اعمال شده از جانب حلقات سیاسی را به چالش بکشانه که اونا به عوض پاسخ دادن فرار به قرار ترجیح دادن. این خود نماینگر تثبیت برنامه آن سوی شب نبرد در میان جوانان، ورزشکاران و هموطنان عزیز ما است. ما به عنوان کسانی که در کسب کارنامه بهترین افتخارات ورزش کشور سهم فعال خود داشتیم، در دوره ریاست ما کلن مدالای طلای جنوب آسیا، مدالهای قهرمانی آسیا و بازیهای آسیایی، مدالهای قهرمانی جهان و کلن مدالهای المپیک داشتیم که بعد از ما متاسفانه کسی موفق به حفظ جایگاه و انکشاف از اون نشده. و همچنان دوستا و همکارای ما که کلن در رشته های مختلف در این زمینه به نوبه خود سهم فعال خود در رشد انکشاف ورزش داشتن، ما حرفای زیاد برای گفتن داریم. در دنیا معمول است رسانه ها برای پیدا کردن نقاط ضعف قوت از اهل خبره و کارکشته بخشای مختلف استفاده میکنند. متاسفانه رسانه های ما در طول سال گذشته هیچ گونه توجهی در این زمینه نداشته. یگانه برنامه که درخشش عالی داشته برنامه آن سوی شب نبرد بوده که من اطمینان دارم ادامه از این برنامه در سال آینده و سالهای آینده میتونه تاثیرات به خصوصی در رشد انکشاف و ورزش کشور داشته باشه. من از جانب خود، دوستان و همکاران خود تشکری میکنم از دست اندرکاران و مسئولین برنامه آن سوی شب نبرد و آرزوی موفقیت برشان دارم و تشکر از توجه شما. بینندگان عزیز، شما آخرین برنامه آن سوی شب نبرد در سال 98 را میبینید. ارتباط ما برقرار شده با آقای نورستانی، رئیس سازمان استدفسی. آقای نورستانی سلام، وقت بخیر. سلام قیصری سید، زنده باشین. سلامت. شما سلامت باشید. مهمان برنامه ما سهیل حسنزاده هست. در رابطه با حضور سهیل حسنزاده در سازمان TGFC همراهش صحبت کردیم و اینکه من از پیشان پرسیدم چرا در مسابقات شب نبرد حضور نداشتی و نداری، گفت که شب نبرد و سازمان SLFC برای من فایت نداد و زمانی برای من فایت داد که من در بلاروس باید حضور می‌داشتم. چگونه است؟ قیصری صاحب، برنامه SLFC برنامه چی است؟ برنامه مشخص است و قبلا تر از این بارها بحث شده و موضوع نیست که یک طرفه سر از این تصمیم گرفته شده. ما به اساس امو سیستم جورسازی و سیستم برنامه خود پیش میریم. اگر سهیل حسنزاده در جریان قرارداد خود یک چند وقت منتظر ماند، سهیل حسنزاده استثنا نبود. دیگه بچه ها هم بودن که منتظر ماندن برای مسابقه خود و سهیل حسنزاده که بیشتر منتظر ماندن. مسابقات شما خودتان میفهمین که با یک سیستم درست ما پیش میریم تا یک نفر را به کمربند معرفی کنیم، یکی دیگر را به مدعی کمربند بسازیم، یکی دیگر را ریکاردهایشان همون به سیستم که بالا بره. ما به او صورت میتانیم اینجا
مثل یگان سازمان ها واره نمیتونیم که همونطور علاپتای یک نفر به نفر بگیریم و مسابقه را بر از اونها داده بریم. دیگه چون سهیل حسنزاده در اون رده خوده قرار داده بود بعد از مسابقات خود که باید به می کمربند و مدعی کمربند منتظر میمان. در اون وقت کمربند پیش فرامورس که امروز هم است، فرامورس در اون وقتا یک ذره دور رفته بود، در کشور نبود. ما به می منتظر بودیم که پس بیاید داخل کشور تا که مسابقه از اینا شوه و وقتی که آمد بازم یک دور دو دور چون دم سیستم ما دم سیستم اداری و دم سیستم برنامه ریزی برابر نامد اونم یک موضوع بود که سهیل حسنزاده باز اونم تصمیم خود گرفتن که سازمان رها کردن و دیگه سازمان ها رفتن. یعنی با شما از این پس همکاری ندارن؟ سهیل حسنزاده در قرارداد خود شب نبرد نیسته فعلا و یک موضوع را که من میخوام پافشاری کنم، نمیشه که بچه هایی که در شب نبرد میاین موقتا از امی پلتفرم شب نبرد، از شهرت شب نبرد، از برنامه شب نبرد موقتا استفاده کرده، نامکشی کرده، بعدا برن در سازمان های نسبتا خوبتر یا نسبتا پایین تر. اگر میخواین که کت شب نبرد باشه و وقت یک سرمایه گذاری از طرف شب نبرد سر از اونها شد، باید یک چیز اعتماد و باید یعنی از یک نگاه باور ما سر از اونا باشه که اینا کسایی هستن که ما دوامدار سر از اونا و با یک طویل مدت سرشان سرمایه‌گذاری کرده میتونه. متاسفانه بیشتر از بچه هایی که در صحنه ام‌ام‌ای در داخل افغانستان من عموم گپ میزنم، یک نفر دو نفرانی، اینا بسیار پیش با بین هستن و فقط من حیث یک ابزار یک جای میخواین که به نفع موقتشان استفاده کنه. از اینجا خیز میزنه به اونجا، از اینجا خیز میزنه به اونجا، از یک جای دیگه خیز میزنه به یک جای دیگه. اگر یک سازمان واقعی که یک برنامه طویل مدت داشته باشه با اینا کار کردن نمیتونه، بسیار مشکل میشه برای ازنا، چرا که اعتماد ما سر ازنا نمیه که اگر من این زمینه رو برای ازنا میسازم در یک برنامه خودشان از یک کسی که نسبتاً شهرت نداره به سطح ملی و بین المللی معرفی میشه، دفعتا از اینجا به خاطر یک چکر خود میرن، نه همسایه سازمان میبینن، نه برنامه خود درست میسنجن، نه قراردادهای خود درست تنظیم میکنن و به خاطر اونم شهرت موقت خود یا باید چکر خود روسیه و در دیگر جاها چکر خود میزنن و رقم کما باز کرده اینا کار کردن نمیکنن. و اعتماد ما چی شد و سرمایه گذاری ما چی شد که سر از اینا میزنیم؟ سهیل حسنزاده کسی بود که ما سر کمربند میخواستیم که اونا را عیار بسازیم، اما این چیزا وقت میگیره. درست است یک شش ماه چهار ماه منتظر ما تنها سهیل نبود، اینجا دیگه بچه ها هستن که شش ماه و هشت ماه که زیاد منتظر ماندن، چون اگر در سیستم شما خود داخل میکنین و در سیستم خود عیار میکنین مجبور هستین که اونمو انتظار بکشین، دیگه رقم امکان نداره دیگه. از مو خاطر سهیل حسنزاده وقتی که کارم انجام داد، چون در قرارداد رسمی اسلفسی نبوده، رفتن خارج مسابقه خود اجرا کردن. ما فعلا چون دفعتن بر ما زنگ زده شده و نموجه کدام موضوعات بود که ما کتشان صحبت کردیم و گفته شد بر از اینا که اگر این قدم میورداری شاید برای آینده خود در اسلفسی یک چیز مشکلات پیدا کنه دیگه. سر از اونم اینا این کار را کردن، یه تصمیم خودشان بود دیگه، ما احترام داریم به تصمیم خودشان، کدام موضوع چی نیست مشکل نیست بر ما. شما کدام نظر صحبت دارید؟ من کدام صحبت ندارم دیگه، انشالله که ما رئیس با که گفتنی هاشون بود که ما سرمایه گذاریم. چون شما در دو سازمان مسابقه دادین بعد از مسابقاتی که در شب نبرد داشتید، یکی در بلاروس و یکی هم در افغانستان. بله، ما میخواستم قیصری سه ریکارد سازی کنم که ریکاردهای خدا بلند کنم و ریکاردم فعلا ده هفت رسیده، هشت دو ریکارد دیگه من بخیر ثبت شد، نو دیگه من نو یک بخیر میم شب نبرد به زودی دیگه ده ده میایید شب. بله، اون که اگر بتونم کمربند شب نبردم به شانایم باشه که هر سازمانی که بخوای با ما فایت کنه و ریکارد ما ببینه به واقعیت شب نبرد یک قهرمان داره که با ده ریکارد است. به نظر من سهیل حسنزاده خیلی ورزشکار خوبی هست، انشالله صحبت کنیم به تفاهم برسید با آقای نورستانی. انشالله میرسید. ناراحت هم هست آقای نورستانی، ورزشت ما اجازه است برش حق بدم؟ بله. نه برای شما حق میدم آقای نورستانی. سپاس آقای نورستانی. زنده باشم. خیلی این هم نظرات آقای کاکای نورستانی بود، رئیس سازمان SLFC. ما کار خودم میکنیم، تشویش نکنه. تشکر سهیل عزیز از این که آمدید. اگر صحبتی کردید دارید.
تشکر از شما، تشکر از بیننده‌های شما که ما را تا فعلا دنبال کردن. خانا باد دیگه داخل، زنده باد افغانستان. انشالله سلفسی شب نبرد برمیگردم با روی بالا. ببینیم که برمیگردی یا انشالله بر نمیگردی. آقای سهیل حسن صادق، تشکر از اینکه شما برنامه آن سوی شب نبرد در سال 98 دیدید. انشالله برنامه ها مورد پسند شما قرار گرفته باشه و چیزی برای گفتن داشته باشه، هم در سالی که گذشت امیدوار هستم این اتفاق افتاده باشه و هم در سالی که پیش رو هست. متوجه خودتان باشید، خیلی هم متوجه خودتان باشید. به هر صورت اپیدمی کرونا در سرتاسر جهان فراگیر شده و انشاءالله که به زودترین فرصت بتوانند که مسئولین امر این اتفاق تلخ را از بین ببرند و مردم به زندگی عادی برگردند. تا سال بعدی همه شما را به اتفاق سهیل حسن‌زاده و همکاران بسیار عزیزم که در سال 98 تلاش فراوانی کردند که این برنامه را تقدیم شما کنیم و خداوند بزرگ می سپارم. روز روزگار بر شما خوش.